نماز پاکترین و عمیق‌ترین ارتباط انسان با خداوندگار هستی است و یکی از اموری که در نماز مورد اهتمام فراوان است رعایت نظافت و پاکی است. پاک بودن لباس نمازگزار از شرایط نماز است و پاک بودن مکان نماز از آداب آن است. به لحاظ شرعی پاک بودن محل ایستادن در نماز واجب نیست، ولی چه نیکوست که آدمی در مکان پاک بایستد و به سوی خدای سبحان توجه نماید و از او تزکیه نفس و پاکی روح طلب نماید. از آنجا که گرامی داشتن و سبک نشماردن نماز در روایات بسیاری سفارش شده است و به لحاظ حرمت نهادن به این واجب دینی میتوان به درجات بالای بندگی رسید. عوام کاری قلمکارا به این خاطر دوست دارن که از پارچه‌های کتون استفاده میشه. یکی از مزیت‌های قلمکار نیست که رو پارچه‌های پنبه ای کار میشه، ولی راجع به طرح‌ها و نقوشی که رو پارچه‌های قلمکار انجام میشه، نقوش‌ها میتونه الهام گرفته از عزیزانی هنرمند اون باشه. یه نقوش میتونه الهام گرفته از سبک های قدیم و جدید باشه. به هر جهت نقوش ها انواع و اقسامی داره، ولی نوعا ما بحثی سجاده داریم و نقوشی که برای سجاده ازش استفاده، یعنی طرحایی که برای سجاده ازش استفاده میکنیم عمدتا از طرحای اسلامی و طرحای اسلامی که نوعا تو شعاری اسلام گفته میشه باید چیز باشه که با خودی سجاده سنخیت داشته باشه. طرح‌ها سجاده از ریشه سجود آمده و به معنی جانماز است که معمولاً اشاره به فرش کوچکی یا پارچه یا زیراندازی پاک و منزه دارد که مسلمانان بر کف اتاق یا زمین می گسترند و بر روی آن نماز می گذارند. در صدر اسلام سجاده وجود نداشته است و در ابتدای پیدایش آن به این دلیل که سنت پیامبر نبوده از سوی بسیاری از مسلمانان با آن مبارزه می شده و از جمله در دوران بنی امیه سجاده ها را می سوزاندند. سجاده ها چون الهام گرفته از بحثی خدا و ائمه و این و حضرات معصومین هست، میدونی که رو سجاده های ما ممکن است مناره ها قرار بگیره. خب این بحثی معنوی ها میرسند دوره با بحث خطاطی و خطوطی هست که رو سجاده قرار میگیره، مثلا ذکر شریف سبحان الله یا ذکر شریف سبحان ربی الاعلی و بحمده. نوعا این نقوش حالا یا اون نوشته ها با نقوش های الهام گرفته از فضای معنوی نوعا به کار میده. حالا میتوند استاد کار و اون طراح میتونه طراحش رو انجام بده و اون عزیزانی که سازندش هستند مثل ما که نوعا اجرا کننده این قلم کار هستیم انجام بده. حالا ما میام پارچه را به طولی حدس که خواست بیان که استانداردشه پارچه را برشش میزنیم و بعد که پارچه را برش میزنیم اینا را میدیم تو خونه ها و این خانم ها تو خونه اینا را ریشه بندی میکنن که ما نوعا بهشون ریشه تاب اینا را میتابن، ریشش آماده شد، تعدادش انبوه شد، اینا برمیگرده تو کارگاه مربوطه. حالا تو کارگاه که میاد حالا نوبت به نوبته، حالا مثلا میخوان سجاده بسازن، خب مثلا استاد کار یا اون کارفرما یا اون مدیر کارگاه میگه مثلا به سرکارگرش میگه که شما مثلا باید امروز 60% 20 پس جای کنین و تحریض سجاده اجرا کنین. اون پارچه ها را آماده میکنن، شب قبلش میان پارچه ها را اصطلاحا بهش میگن باید نم کنن پارچه هاشون،
پارچه هاشون رو نم میکنن و فردا پارچه ها را صاف شده یه پریش هم میزنن اصطلاحا، که اگه مثلا سروکی داشته باشه سروکای صاف میشه دا و میزنن زیر دست استاد کاری که میخواد طراحی کنه در این پارچه قلم کار، یعنی بنا کند به سجاد ساختن. طرحی که خودمون در نظر داریم اینا میان به استاد کاره قالب تراش عنوان میکنیم، ایشون اون طرحا اگه ما خودمون داشته باشیم که طرح ازامونه نداشته باشیم خودش طراحه، یعنی خودش نگارگری میکنه، میاد اون چه که ما تو فکر ما هست و فکر ما رو میدونه، میاد اون طرحا رو قالب آماده میکنه. حالا قالب هم چوبای گلابی هست آماده شده برش داده، مثلا سندین سال باید این چوب یه کنار باشد که اون حالاتی دست بده، قالب آماده میشه روش سیقلی میدن و یه مقدار لعاب کتی را رو چوب مالش میدن و یه مقدار پوست اناری آماده شدن درنا روش چوب مالش میدن، این چوب یه مقدار زرد رنگ میشه، اون تحریک که ما داریم رو کاغذ هست اون تحریم ها را منعکس میکنه رو چوب و تا اومد رو چوب کاغذ که بلند کرد جدا کرد از چوب این طرح و اون نقوشی که رو اون چوب رو کاغذ هست رو چوب منعکس میشه. حالا اینا طراح یا خود همون استاد کار قالب تراش میشینه طراحی میکنه و میتونه به اصطلاح ما بهش بگم که قلمگیری کردن و میتونه ایشون بیاد یه چای بهش اضافه کنه یا یه چای بهش کم کنه و وقتی که قلمگیری کرد آماده کرد به نامونه کارای بعد یا روش انجام دادم. وقتی که میخوایم ما سجاده رو شروع به ساخت و ساز کنیم ما اول باید کادر بندیش کنیم، یعنی دورش ها که بهش میگم هاشیه، هاشیش اجرا کنیم و ببینیم بعد از هاشیه اون کتبه میخورد فضا داریم کتبه رو انجام دیم بعد از اون کتبه دوره هاش بندی. پهن نمودن و استفاده کردن از سجاده کاری عقلانی و اعتقادی درونی است که برای هر کس و در شرایط گوناگون فواید متفاوتی دارد و لازم نیست حتما علت خاصی داشته باشد و یا به آن سفارش شده باشد. شاید فلسفه استفاده از سجاده تنها به خاطر وجوب طهارت نمازگزار بوده و وجود سجاده می توانسته به این امر کمک کند. برای درست کردن و تهیه آن می توان از پارچه های مختلف استفاده نمود، اما عمدتاً سجاده ها از جنس ترمه، مخمل و یا پارچه های نازکتری است که گلدوزی و یا قلمکار شده اند. بعد میام اون سردری سجاده اون که حالتی محرابی شکل هست، اون حالتش محرابی شکل هست اون اجرا میکنیم و اون زمینه‌ای که ما میخوام ذکر شریفه سبحان الله یا سبحان ربی الاعلا و بحمد را اجرا بکنیم، اون زمینش که به دست میاد خیلی باید با دقیق و خیلی زیبا انجام بشه که خیلی قشنگ تو فضایی که براش در نظر گرفته صاف تو مرکزیت قرار بگیره. البته کاری دست چشم میدونه خطا داشته که بجونه که خطای چشم بله ممکنه وقت یه سان دو سان کم و زیاد بشه، ولی خیلی نادر این کار اتفاق میفته. بله باید اون فضاشو در نظر میگیریم و میام اون ذکر را انجام ده، یعنی دیگه تقریبا مرحله آخرمون ذکر شریف سبحان ربی الاعلا و بحمد است که تو کاری سجادمون انجام میشه. سجاده های ایرانی
با گل و بوته و نقش جانوران زیاد دیده شده، اما سجاده های مناطق دیگر مانند آسیای صغیر هرگز با شکل حیوانات دیده نمی شود. سجاده های بافت بلوچ، افغان و ترکمن رنگ متل قرمز سیر، ارغوانی تیره یا مشکی دارند. این تفاوت طرح و رنگ شاید به خاطر تفاوت‌های فرهنگی و اقلیمی و اعتقادات اصیل منطقه‌ای در هر سرزمین بوده باشد، چرا که هر رنگ و طرحی در هر جا دارای معنا و مفهومی خاص می باشد که در گوشه ای دیگر ممکن است معنای دیگری داشته باشد. اما هرچی که هست، مسئله این است که این قطعه کوچک چهار گوش خودش می تواند به تنهایی پلی بسازد میان فرش و عرش و پلکانی شود که با آن بتوان پله پله و آهسته آهسته به آسمان عروج پیدا کرد. سجاده موعد و قرارگاه دیدار عاشقانه همه ماست، جایی که در آن به ملاقات خداوند می رویم. همین برای بیان قداست و اصالت آن کافی است. نوعا ما از دو نوع رنگ استفاده میکنیم، یه رنگ های طبیعی، یه رنگ های پیگمنتی. حالا میتونه نوعا چهار رنگ هم رنگ های طبیعی باشه. رنگ اولمون که طراحی میشه بهش میگن رنگی سیاه، و اون کسی که انجام میده اون کار رو بهش میگن سیاه ساز. رنگی دوممون رنگی دود دست، و اون کسی که اون کار انجام میده میشه دود سال. رنگ سوممون رنگ آبی است که نیل بهش بگم، و اون کسی که اجرا کننده اون آبی است بهش بگم نیل ساد.
رنگ چهارممون رنگ زرده و اون کسی که اون رنگ زرد انجام میده میگم زرد صاف. یه اصطلاحاتی است که کاری قلم کار به کار میده. دادن گازورین بهش میگن یا گازور، کسانی هم میگن که کناره هاش زاینده رو کار انجام میدن. برای ما قلم کار سازا نوان پارچامنا میبرن اونزا شب توی چشم هاشون یارا خیسش میدن و فردا صبح که میان دور سر کار پارچا خیسش خورده و یه مقدار پوست انار سایده شده که اینا را تو پاتیل تو ظرف های بزرگ مثلا مسی پاتیل مسی یا تو تاغار قدیم که بهش میگفتن یه مقدار پوست اناخیست آماده دارن میزنن به وسیلش اون یا اون تاغاری که حالا چه مقدار آب شد ما مثلا میگم 100 لیتر آب تو این آب قرارش میدن و بعد پارچارا به این پاتیل اضافه میکنن. پوست انار مکملی اون زاجه سیاست که ما اون طراحمون که سیاست بشه میشینه کار انجام میده اینا مکملی همه یعنی دندونش میشه این پوست انار مشکی خیلی قشنگ روی این پارچه قرار میگیره، یعنی نقوشمون رو پارچه قلمکارمون خیلی قشنگتر انجام میشه. اینا بهش اصطلاحاً تو قلمکار سازا بهش میگن کاری موضوع شده، یعنی کاری که آماده برای ساخت و سازه. گاهی وقتها که دنیا با همه بزرگیش برای انسان چون قفسی تنگ می شود و دلت می خواهد از آن پر بکشی، همین جا نماز کوچک می تواند روزنه ای باشد برای پرواز تو به ملکوت. همین سجاده می شود بزرگترین و بسیط‌ترین سرزمین دنیا که هیچ مرز و حدودی برایش وجود نخواهد داشت. ما که مقتدای من علی است، همو که در محراب و در حال سجده به رستگاری رسید، شاید این سجاده ها محراب های کوچکی باشند برای هر کدام از ما، برای اقتدا به مولای من علی که هر صبح و ظهر و شام آن را برای شهادت به ولایتش در محضر خدا می گسترانیم تا شاید قدم در جای پای امام من بگذاریم و روزی این سجاده ها برای من شهادت می دهند و ما تنها در دامان مادر بزرگ نشده ایم، ما پای سجاده نمازش چیزهایی آموخته ایم که در هیچ مدرسه ای به ما یاد داده نمی شد. خوب یادمان هست راز و نیازهای نیمه شبهای پدر و مادرمان را و هنوز شیرینی شکلاتهایی که مادر بزرگ زیر جانمازش پنهان می کرد در کام من مانده و آن روز نمی دانستیم که اینها برای ترغیب ما به نماز بوده است. در خاطرم هست که هر زمان هجوم مشکلات آرامش خانه ها را برهم می زد،
مادرم دست به دعا می شد و در میان سجاده اش همچون فرشته ای برای من دعا می کرد و چه زود دعاهایش در حق من مستجاب می شد. من نشانی خانه خدا را از آن نماز شبها و در آن مهر و تسبیح تربت پیدا کردم و حالا امروز من هم جانمازی دارم با یک مهر و تسبیح تربت و یک انگشتر عقیق. رو به قبله نماز می خوانم و سجاده ام به وسعت کربلا است، سجاده شهادت که تا قیامت پهن است تا بر آن نماز عشق خواند. پادشاه وقت که خیس است باید یه مقدار حرارت بینه برای کار ما، حرارت خورشید راحت ترین و ارزان ترین کار انجام میشه. حالا ممکنه تو کارگاه بیان با دستگاه حرارتش بدن و پارچه رو خشکش کنن. نه، ما راحتش نیست که همون در کنارهاش زاینده با نور خشک استفاده میکنی، پارچه خشک میشه، تاش میکنن، باز برمیگرده به کارگاه و نوعا این پارچه باید یه زمانی رو هم بمونه، استرو بشه این کار پارچه ها که صاف بشه اصطلاحا. صلی الله علیک یا ابا صالح المهدی. کیست که در این شهر خریدار تو نیست؟ کیست که در این شهر خریدار تو نیست؟ یا کدامین دل غم دیده که بیمار تو نیست؟ یا صاحب از زمان. این حقیر ذات عباد سیتانی هستم، سنم 62 سال هست. از 12 سالگی 12-13 سال هم بود که به این رشته گرویدم و عاشقی قلم کار شدم و به هر جهت تو کارم به دید خودم الحمدلله رب العالمین به عشق ائمه و حضرات معصومین صلوات الله علی موفق بودم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله الحسین و رحمت الله و برکاته.